زندانیان تنها نیستند. صدای آنان به فریاد تبدیل می شود و بر اندام دیکتاتوری ولایت فقیه لرزه می افکند. از وقتی دژخیمان خامنه‌ای در 9 بهمن به خانواده 2 زندانی سیاسی از هموطنان عرب به نام هادی راشدی و هاشم شعبانی اعلام کردند که فرزندان آنان را اعدام کردند، خشم و انزجار در شهرهای استان خوزستان انفجاری شد. فردای آن روز در شهر رامشیر، در تظاهراتی که بیش از 500 تن شرکت کرده بودند، مردم فریاد می زدند ما پیروز می شویم و به خواسته خود می رسیم. هادی راشدی فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی و هاشم شعبانی شاعر، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز بود که هر دو در یک مؤسسه فرهنگی مشغول به کار بودند. آنان به همراه 3 تن دیگر از همکارانشان به جرم اقدام علیه امنیت نظام آخوندی دستگیر شده بودند و محکوم به اعدام گردیدند. یکی از این زندانیان در نامه‌ای نوشته است: تنها گناهی که مرتکب شده ایم گفتن نه به همه کسانی است که مانع برپایی یک جامعه آزاد می شود. جامعه‌ای که در آن انسان بتواند تا ستیق اندیشه پیشرفت کند و همه چارچوب‌های مانع رشد و توسعه انسانی را کنار نهد. سازمان عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به خطر اعدام این هموطنان هشدار داده بودند. مقاومت ایران نیز در یک اطلاعیه رسمی در اردیبهشت ماه 92 از شورای امنیت سازمان ملل خواستار مداخله برای نجات این آموزگاران شد. خامنه ای جنایتکار و روحانی شیاد در شرایط زهرخوران اتمی به گمان خواباندن صدای اعتراضات مردم دست به اعدام این آموزگاران زدند. اما نتیجه عکس داد و صدها تن از مردم به خیابانها ریخته و خشمشان را به فریاد تبدیل کردند. جوانان عرب شعارهایی در فداکاری و از خودگذشتگی هاشم شعبانی و هادی راشدی سر دادند. این جوانان به سرکوبگران و ظالمان حاکم هشدار دادند که زمان تغییر خواهد کرد و ظلم و ستم سرانجامی جز سرنگونی نخواهد. جنگ اراده ها با تو تموم میهن، یک دل و هم صدا. سننده 4 بهمن 92: نمیگذاریم اعدامشان کنید. صدها نفر از مردم سنندج مانع اجرای حکم اعدام یک جوان در زندان سنندج شدند. آنها از جمعه شب تا صبح در مقابل زندان بیدار ماندند و مانع از اعدام آن جوانان شدند. مردم خطاب به کارگزاران و ایادی رژیم می گفتند که دیگر نمی گذاریم فرزندان ما را بکشید. صبح روز 12 بهمن، در حالی که هوا به شدت سرد بود، دژخیمان خامنه‌ای تمامی زندانیان زندان مرکزی زاهدان را
به زور از بندها جمع کرده و در بند هفت این زندان متمرکز کردند. در این هنگام یک آخوند دشخیم که مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی زاهدان است شروع به سخنرانی از به اصطلاح پیشرفت‌های رژیم آخوندی کرد. در حین سخنرانی اعتراضات زندانیان بالا گرفت و زندانیان فریاد می‌زدند که حضور هزاران زندانی، عدم درمان، گرسنگی مفرد در زندان‌ها را هم به پیشرفت‌های خودتان بیفزایید. اعتراضات به حدی بود که آخوند فوق سخنرانی خود را نیمه تمام گذاشت و با عصبانیت آنجا را ترک کرد. اعتراض به یروش دشخیمان به زندان، زندانیان سیاسی شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم سر دادند. روز پنجم بهمن ده‌ها تن از مزدوران گارد ویژه زندان و پاسداربندها به زندانیان سیاسی زندان گوهردشت حمله کردند. دشخیمان ابتدا اقدام به بازرسی تمام سلول‌های زندانیان سیاسی کردند و وسایل شخصی زندانیان بی‌دفاع را تخریب و یا به سرقت بردند و زندانیان را در سرمای زمستان به حیات زندان منتقل کردند. زندانیان سیاسی در واکنش به یورش وحشیانه و رفتارهای غیر انسانی مزدوران گارد ویژه اقدام به سردادن شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم کردند. نیروهای سرکوبگر در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به سایر بندها سراسیمه سالن 12 را ترک کردند. زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در اعتراض به از سرگیری مجدد پارازیت، بسته شدن کتابخانه سالن 12، بازرسی توهین‌آمیز و لباس فرم اجباری برای زندانیان سیاسی یک اعتصاب غذای 3 روزه را اعلام کردند. دشخیمان خامنه‌ای از انتشار تصاویر شادابی زندانیان سیاسی در اینترنت به شدت وحشت زده شده و فشارها را بر زندانیان سیاسی بیشتر کرده. های رزم و افتخار رسیده وقت شغل بر شدن چنان شهاب که جاودانه بر دهد بهار انقلاب. از قامتی نمیگویم که قیامتی است از رسایی، از بلور تبسمی نمیگویم که ترانه خان پیروزی است. من از روان عزمی تا سرچشمه همه قلب ها پرترانم و از رویش جنگلی از اراده و پولاد برای راهی منتظر که آرزوهای 100 ساله خلقم پایانش را به امید نشسته است پرشعله می شدم. من صولت سخت تو را دیدم، من صولت سخت تو را دیدم که توفان مرگ را بر گذر ناگزیر روزهای شقاوت نشان کرد.